سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر آفتابی اما سرد واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود. در ساعت پیشرو در این شماره از تفسیر خبر، چون دوشنبه شب‌های پیشین، میپردازیم به آنچه که در عرصه نقض حقوق بشر در ایران میگذرد و نیز این بار در گفتگوی ویژه با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، فرصتی است تا نگاهی بیندازیم به عرصه منطقه در ارتباط با حقوق بشر، یا بهتر است بگوییم نقض حقوق بشر. آنچه که در منطقه میگذرد آیا ریشه در مذهب و دین دارد؟ چه سیاست هایی دست اندر کار اوضاع جاری در منطقه در ارتباط با کشتارهای روزمره هستند؟ و آینده منطقه در صورت چنین وضعی و چنین روالی چه خواهد بود؟ نگاه ما، محور صحبت‌های ما با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی بر آنچه که در ایران می‌گذرد خواهد بود و پیرامون آن اوضاع منطقه. با من و شما خواهند بود آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی تا لحظاتی دیگر از پاریس. بینندگان عزیز، آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نام و دیدن چهرهشون ندارن. تنها به ذکر این نکته اکتفا میکنم که حدود نیم قرن در عرصه حقوق بشر برای تأمین آنچه که مربوط به حقوق انسان در ارتباط با اعلامیه جهانی حقوق بشر هست در ایران و دیگر کشورهای منطقه تلاش کردن. مدت هاست که در عرصه بین المللی در همین زمینه در سمت ریاست فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر فعالیت دارند. سخنرانی های بسیار ایشون در مجامع بین المللی، مقالاتشون و فعالیت های دیگرشون نام بردن از اونها و اشاره به اونها بیشتر از وقت برنامه ما خواهد بود. به اتفاق شما عزیزان به ایشون آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس خوش آمد میگویم. سلام به شما. سلام میکنم به شما و تمام کسانی که ببخشید در ایران و در خارج از ایران این برنامه رو نگاه میکنم. آقای دکتر لاهیجی، ما قبل از هر چیز نگاهی میخوایم داشته باشیم به اوضاع منطقه. اون چرا که در منطقه میگذره، در ایران حکومت فقیه ما داریم، در منطقه داعش داریم، جبهه النصر داریم، کمی دورتر نزدیکتر از شباب داریم، القاعده داریم، طالبان داریم، همه اینا رو داریم. در یک چیز مشترک هستن علی‌رغم تفاوت مذهب: خشونت، اعمال خشونت، تحقیر انسان. وقتی یک انسان رو جلو دوربین یا هر جا سر میبرن، شکنجه میکنن، پیش از هر چیزی تحقیر انسان هست. به هر حال در یک چیز مشترکن. این اشتراک رو شما ناشی از چی میدونید؟ خشونت و شکنجه و و ببینید، خب میشود ریشه های ایدئولوژیک یا ریشه های سیاسی برای این خشونت پیدا کرد، ولی من فکر میکنم که بیشتر از هر چیز
علتش ایجاد وحشته. یعنی با این به اصطلاح گلوبالیزیشن، این دنیای بدون مرزی که رسانه های خبری و ارتباطات پیدا کردند، خب میدونید از طریق متاسفانه ایجاد وحشت و ترور هم یه عده‌ای میتونن به مقاصد سیاسیشون، ایدئولوژیکشون و شاید سیاسی اقتصادیشون برسن. یعنی وقتی که داعش به یک انسانی رو سر میبره و از طریق رسانه های خبری، از طریق اینترنت، فیسبوک، چند ثانیه بعد این به همه دنیا پخش میشه، خب این دیگه بهترین وسیله است که هم برای نشون دادن قدرتش و ابعاد قدرتش و هم برای ایجاد ترس و وحشت در اون منطقه که زندگی میکنه یا در همه کشور، متاسفانه از این وسایل استفاده میکنن. بقیده من اینم یکی از نتایج در هم ریختن مرز هاست، هم مرز ها به معنی جغرافیایی کلمه، هم مرز ها به معنی اطلاعاتی و انفرماتیک کلمه. یعنی اینکه دیگه الان هیچ حکومتی، هیچ رژیمی، هیچ قدرتی نمیتواند مانع از این بیرون رفتن خبر و به اصطلاح نرسوندن خبر به خارج از مرزهای اون منطقه، اون شهر یا اون کشور برسه. و متاسفانه این گروه ها هم و یا این دولت ها هم از این قضیه بهترین استفاده می کنن، هم همجوری گفتم برای ایجاد ترور و وحشت و هم برای اثبات اینکه اونها در واقع یک شهر یا یک منطقه یا یک کشوری رو در اختیار خودشون دارن. حالا گذشت از این که همطور که اشاره کردین آیا ایجاد وحشت هدف یا وسیلشون هست، اما اگر بپذیریم که قدرت طلبی یا قدرت جویی یا مقامی رسیدن یا هر عنوان دیگه ای که داره یکی از به هر حال غرایز که نمیشه گفت، ولی یکی از خواسته ها و تمایلات همه انسان هست، چرا فقط اینها با پرچم ها و بیرق های دینی خاص اسلام، حتی گاه رو در روی هم، همونطور که جبهه النصره در برابر داعش و داعش در از طرفی در برابر دیگران، چرا همه در یک چیز مشترک هستن و همه دم از یک نوع حکومت میزنن با تفاوت های؟ ببینید یکی از ویژگی های این تحولی که این چند سال اخیر به وجود آمده این هستش که دولت به معنای کلاسیک کلمه دیگه تنها نماینده یک منطقه یا یک کشور و یک قدرت سیاسی نیست. یعنی دولت ها دارن که برای دیگری محو میشن و جای خودشون رو به گروه های فشار میدن. شما ملاحظه کنید و من این رو بی ارتباط با قضیه اشغال افغانستان و عراق طی یعنی از 11 سپتامبر 2011 به بعد نمیبینم. برای اینکه ببینید طی 10 سال یا 11 سال در عراق یک کشوری بود به اسم عراق، از زمانی که عراق به عنوان کشور مستقل بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و در حال ایجاد دولت عراق وجود داشت، حالا یک زمانی پادشاهی بود، بعد به اصطلاح جمهوری شد و دوران در حال دیکتاتوری حسن البرق و بعدم صدام حسین تا سقوط رژیم صدام حسین، ولی یک واحد سیاسی جغرافیایی بود. این واحد سیاسی جغرافیایی طی یک دهه تبدیل شد سه کشور با سه منطقه، که یک منطقه به عنوان کردستان در اختیار کردها بود، یک منطقه که میشه گفت منطقه مرکزی عراق بود که بیشترم نیروهای یعنی گروه های هم سنی و هم در حال قومی بودن، و بعدم دولت عراقی که دولت شیعه بود، یعنی یه دولت با ایدئولوژیک مذهبی که بیشتر قصدش هم این بود که برخلاف دوران صدام حسین فقط با نه فقط به خاطر اینکه پیروان مذهب شیعه بلکه از یارهای خودش، یعنی همون تقسیمی که بین خودی و غیر خودی در ایران هست، او رو هم به همین صورت یعنی قدرت خودش رو بر روی شیعیان طرفدار خودش گذاشت. خب به این صورت ما مواجه شدیم
با سه قدرتی که جانشین یک دولت شده بودن. همین وقت کم و بیش در سوریه پیش اومده. خب به خاطر اینکه دولت سوریه دولت مستبد خونخوار خونریزی که آخرین آمارش متاسفانه که یکی از سازمانهایی که ما همکاری میکنه سازمان حقوق بشر سوریه که متاسفانه چون در سوریه امکان کارش نیست در لندن کار میکند، آخرین آماری که برای ما فرستاده بود چند روز قبل 67 هزار تن سال گذشته در سوریه کشته شدند که بیشتر اینها مردم غیر نظامی و بی دفاع بودن، نه اون گروه ها، حالا چه گروه های دولتی چه مجموعه گروه هایی که با دولت بشار اسد در حال جنگ هستند. 67 هزار نفر فقط در سال 2014 در جنگ های داخلی سوریه کشته شدن. خب شما ببینید همین وضع هم در سوریه هست، یعنی وقتی یک جنگ داخلی دو سال، بیشتر از دو سال ادامه پیدا میکنه و متاسفانه روز به روز هم ابعادش وسیع‌تر میشه، اینجا هستش که این گروه های تروریستی که هر گوشه و کنار دنیا هستن و حالا در آفریقا اسمش هست بوکو حرام، یعنی کتاب حرام، بوکو حرام، که اونها اون یک بخش بزرگشون در منطقه صحرا هستند و یه بخششون هم در حال منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک. اونها میان و خب وقتی میبینن که یک بخشی از عراق بی دفاعه خیلی راحت موسل رو میگیرن، یعنی دومین شهر کردستان یعنی عراق رو، نه فقط کردستان، بخشی از کردستان رو میگیرن و به ذخایر مالی زیادی هم دسترسی پیدا میکنن. به این صورت است که میبینید الان گروه های مسلح با امکاناتی که دارند، هم امکانات مالی هم امکانات نظامی و بالاخره با دست داشتن رسانه های خبری میتونن یک چالش جدیدی رو با دولت ملت های گذشته، یعنی دولت های گذشته که حالا چه دولت های دموکراتیک بودن چه دولت های استبدادی دیکتاتوری بودن، در حال دولت بودن، یعنی واحدهای سیاسی بودن. الان یک چالش جدید نیست که در عرصه بین الملل و حقوق بین الملل مطرح شده که دولت ها هستن در مقابل گروه ها. یعنی شما میرید الان افغانستان، الان خب نیروهای غربی رفتن اونجا، آمریکا و اتحادیه اروپا، ناتو، و هنوز که دارن خارج میشن نتونستن متاسفانه در افغانستان نه تنها نظم بلکه امنیت رو هم تأمین بکنن، یعنی انو از عهده طالبان بر نمیان. بنابراین نمیشه گفت که افغانستان یک واحد سیاسی جغرافیایی است. در کنار یک دولتی که مرکزش در کابله میدید که یک نیرویی هم وجود داره به اسم طالبان و شاید گروه های کوچیک دیگه. حتما همین وضع کما بیش در پاکستان هست، همین وضع در همجور که عرض کردم در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک هست و در بخشی از کشورهای آسیای مرکزی. خب الان شما که اما آقای لاجی، اما نکته بر سر این هست، الان اینا هنوز جایگزین دولت نشدن به خاطر اینکه اولین چیزی که وجود داره استقرار هست. در خیلی از کشورها استقرار نیست، مثل خود سوریه دولت و حکومت به اصطلاح متزلزل شده، اما از داعش گرفته تا جبهه الامه، همین ساعت پیش من یه خبر میخوندم که چه کرده در اونجا بخشی رو گرفته، هر تیکش دست یکیه. پرسش من این هستش که به نظر شما در این اوضاعی که در منطقه ما میبینیم از دیدگاه نقض حقوق بشر که میبینیم اهم از دولت ها مثل دولت سوریه و گروه های مخالف دولت آنچه که میجنگن، در عراق هم همین و در افغانستان هم همین، هم از دولت افغانستان یا گروه هایی که علیه دولت میگرده، هر که به میزان مختلف، تا چه اندازه تعلیماتی که میبینن افراد در مدرسه، اون مدارس یا مدرسه های پاکستان که درونش طالبان بیرون اومد، حتی مدارس کشورهای یا دولت هایی که به اصطلاح دولت هایی اصلا متعهد به قوانین و پیمان های بین المللی در خود منطقه، از کویت بگیرید بیایید تا قطر و عربستان و بقیه جا، تا چند از این تعلیمات مدرسه که ایجاد نفرت میکنه نسبت به ادیان دیگه، جوامع دیگه، تمدنها و فرهنگهای دیگه، این مؤثره؟ این کارد رو
محکم در دست داعش نگه میداره، تازیانه رو در دست شکنجهگر ولایت فقیه نگه میداره و بقیه گروه. ولی خب شما میدونید که زمین سازی این قضایا و این حالا ایدئولوژی یا این استفاده، این خیلی مصطلح شده، استفاده ابزاری از دین یا یک ایدئولوژی به خیلی سالا قبل برمیگرده. قضیه مربوط به این 5 سال 10 سال گذشته نیست. سرمایه گذاری که عربستان سعودی و این 10 سال اخیر هم در حال شیخ نشینی های خلیج فارس در منطقه کردن مربوط به 30-40 سال پیش میرسه، یعنی مربوط به جنگ، یعنی اشغال افغانستان از طرف اتحاد جماهیر شوروی سابق برمیگرده و از اون زمانی که خواستن در حال با سپر مذهب و تقویت گروه های مذهبی و تربیت یک نسل جدیدی از مبارزان مذهبی ضد کمونیست به جنگ با دولت الحادی کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی که افغانستان رو اشغال کرده بود برن. اینا شما میخواد قضیه رو ریشه یابی بکنید، قضیه کم و بیش برمیگرده به بروز آمده رژیم اسلامی در ایران، شاید چند سال هم پیش از اون. و تمام این سالها شما خوب میدونید که در تمام این سالها پاکستان همیشه به عنوان در حال یکی از قرارگاه‌های مطمئن طالبان بوده و حالا به چه دلیلی روی جنگ سیاسی یا سیاسی اقتصادی که پاکستان با افغانستان داشته، حتی بعد از سقوط، یعنی بعد از رفع اشغال شوروی و سقوط رژیم دست نشانده، در تمام این سالها چگونه بوده که پشت جبهه طالبان همیشه در پاکستان بوده، در صورتی که پاکستان کشوری است که به اصطلاح در اردوگاه کشورهای غربی آمریکایی وجود داره. همین وضع عربستان سعودی داره. عربستان سعودی که در حال یکی از بزرگترین در حال همکارها و همراههای سیاسی، اقتصادی، نظامی ولایت متحده آمریکاست، چطور هستش که به عربستان سعودی اجازه داده میشه که یک همچین در حال دانشگاهی و یک همچین پرورشگاهی برای نسل‌های نوجوان و جوان آینده‌ای که به وجود بیاری که خب بتونه الان تبدیل به یه همچین خطری برای دنیا بشه؟ بقیده من ریشیابی این قضایا خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیست که طی این 1-2 سال اخیر یکی از تجلیاتش داعش شده. بقیده من نه، الان یه 3-4 دهه است که در حال بخصوص با از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بیرون آمدن دنیا از دوران جنگ سرد، یعنی دیگه غرب و شرقی وجود نداره، دیگه پایگاه سوسیالیست و اردوگاه امپریالیسم وجود نداره. بنابراین در روزگاری که آقای فوکویاما میگفت فقط ما دیگه وجود داریم، دیگه غیر از ما چیزی دیگه ای نیست، خب با قضیه 11 سپتامبر 2001 خب غرب و در رأس دولت‌های غربی ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسید که نه، این وسط یک نیروهای دیگه ای هم در صدد در حال تظاهر و تجلی و بروز و ابراز قدرتشون هستن و به مرور خب حالا اینها حول اسلام و کدوم اسلام، برای اینکه بالاخره خب شما درسته میگید همه اینا صحبت اسلام میکنن، ولی خب بین اون اسلامی که در تونس هست، در مراکش هست، حتی در مصری که 2 مرتبه در واقع تحت قیادت یک دولت نظامی مثل 5-6 سال پیش و مثل 50-60 سال گذشته قرار گرفته، هنوز 3-4 روز پیش دیدید یه گروه به عنوان اینکه اینها همجنسگرا هستند گرفتن و الان دارن محاکمهشون میکنن، یک دولتی که یک جنرال و یک نظامی هم رئیس جمهورش هست و با کودتا هم روی کار اومده. منظورم این که الان در حال یک سکه مدروزی شده این اسلام خواهی یا اسلام گرایی یا استفاده سیاسی ایدئولوژیک از اسلام. بله، همون در مصر که شما اشاره می‌فرمایید، ببینید ترس از حکومت اسلامی، نگرانی از حکومت اسلامی با توجه به مثال‌های از قبیل آنچه که در ایران اتفاق افتاد، زمینه‌ساز این شد که مردم، اکثریت مردم به گواه آنچه که
گزارش های تفسیری هست به ارتش این کشور پناه ببرند. حرف من، پرسش من جناب لایجی این هستش، ببینید در طول تاریخ بشریت تا به امروز جنگ های بیشماری شده. من برای بینندگان میگم، شما اشراف کامل دارید به این موضوع، جنگ های بیشماری شده و با علت ها و انگیزه های مختلف، اما بیشترین جنگ ها و بیشترین کشتارها همیشه بهانه دین داشت، حالا هر نوع دینی، چه در زمان مسیحیت، چه پیش از اون، چه در ایران پیش از اسلام و و و جاهایی و چه اکنون و هنوز هم که هنوز هست. تاریخ و تمدن بشر دو تقویم بسیاری از ملت‌ها و کشورها همچنان مبدع مذهبی داره، دست کم مسلمانان که مبدع هجری داره و مسیحیان که همین چند روز پیش میلاد مسیح. پرسش من آقای لایجی گرامی این هست که حکومت ها، اشاره کاملا دقیقی بود، اینکه آمریکا آمد و مسلمانان افراطی رو علیه شوروی بسیج کرد و پس از اونم انقلاب اسلامی است که اعتماد به نفس داد به گروه های افراطی مسلمان که میشه قدرت سیاسی رو در کشورهای مورد زندگی خودشون در دست گرفت. تا چند از حکومت های بین المللی، سیاست های بین المللی از این موضوع استفاده میکنن، دین، اسلام به ویژه در منطقه؟ من اینو نمیتونم ببینید، برای اینکه با اون تزی که در ایران معروف به تز دایجن آپولونی من زیاد موافقت ندارم. من فکر میکنم زمینه ها تا یه در یک نه ببخشید عذر میخوام جناب لایجین، مسئله دایجن آپولون نیست راحتا. شوروی در قضیه شوروی روشن هست که آمریکا آمد و مسلمانان رو بسیج کرد و از آنها استفاده کرد برای علیه شوروی. آیا چنین نقشی الان وجود داره در منطقه؟ آیا چنین استفاده‌ای میشه یا نمیشه؟ نمیدونم، صحبت من این بود که یعنی اگر هم اون روز در مقابل به قول خودشون یک رژیم الحادی، یک رژیم کمونیستی، یک رژیمی که در حال اشغالگر هم بود، سپر مذهب، برای که میدونید یه تزی هم وجود داره به عنوان خط سبز در دور تمام منطقه، من زیاد دنبال این در حال تزها نمیرم. ولی من اگر هم در گذشته یک همچین نیتی وجود داشته، یک همچین بسیجی وجود داشته که وجود داشته مسلم، و حالا شاید آمریکا استراتژیش دست آمریکا بوده، ولی سرمایه گذاریش و معلم فرستادن و بسیج نیروهاش دست عربستان سعودی یا کشورهای خلیج فارس. ولی الان خود این سیاست بلای جون آمریکا و کشورهای غربی شده. برای صحبت من این است که توجه داشته باشیم. خب درسته در گذشته شما به جنگ‌های مذهبی اشاره می‌کنید یا به جنگ‌های صلیبی اشاره می‌کنید، خیلی خوب، من کاری ندارم. ولی الان مشکل اصلی این استش که جنگ بین خود مسلمان‌هاست، یعنی در سوریه و عراق این دو کشور در نظر بگیریم، مسلمان‌ها هستن که همدیگر رو می‌کشن. یعنی جالبه که در سوریه، حتی اگر در عراق بگیم که بین سنی و شیعه هستش یا بین عرب و کرد هست، در سوریه این وضع هم نیستش. البته یه اقلیت کوچکی هستن که علوی ها، که به اصطلاح اون طایفه خانواده اسد هست و اونها قدرت رو اونجا در دست دارن، ولی میدونید که اونجا بین القاعده و داعش هم جنگه. بنابراین الان جنگ بین مسلمان هاست. یعنی الان بیشتر از یعنی 67,000 تا کشته ای که سال گذشته در سوریه بوده و 30,000 کشته ای که با وجود اینکه یک دولت مرکزی در عراق است، در عراق بوده، این همه از مسلمان ها بودن. یعنی جنگ درسته که میخوان در دنیا ایجاد ترس بکنن، وحشت بکنن، و حتی دیدید چند الان در فرانسه هم چند تا حالا یا واقعا مجبور بودن یا خودشونه به جنون زده بودن، یا در کانادا یه چند نفری یه چند تا عمل حالا با ماشین روی مردم برن، یا یه عده‌ای رو با اسلحه بخوان نابود کنن، یا چند نفری رو بکشن یا گروگان بگیرن. منظورم اینه که این حرکات هم میشه، ولی اون چیزی که الان باید بهش توجه داشت نیست که جنگ سیاسی بین خود سیاسی مذهبی یا سیاسی ایدئولوژی، هر چی میخواد اسمشو بذارید، من راجع به تمیولوژی قدرت شاید قدرت طلبی نمیشه گذاشت، برای اینکه تاریخ اسلام پر از این جنگ ها بوده. من بفرمایید.
بله، من منظورم اینه که الان جنگ بین خود، یعنی بین فرقه هایی است که حالا این فرقه ها سیاسی هستن، سیاسی مذهبی هستن، هرچی هستن، ولی بین خودشونه. برای همینم به عقیده من باید بگیم بیشتر جنگ داخلی بین خود مسلمان هاست. یعنی قربانی هایی که ظرف این دو سه سال اخیر از لاقل، حالا اگر تاریخ رو نخواهم ببریم، از 2001 یعنی بعد 2003 یعنی بعد از اشغال عراق تا الان، لاقل ظرف این 3-4 سال اخیر وقتی شما نگاه کنید ببینید 90% کشته ها، شاید هم بیشتر از 90% از خود مسلمان ها هستن. یعنی مسلمان ها، یعنی دیگه قضیه جهاد نیست، قضیه جنگ های صلیبی نیست، حتی مثل جنگ های مذهبی اروپا قضیه کاتولیک ها و پروتستان ها نیست، قضیه از این میشه چه نتیجه گرفت جناب لایجی؟ بله؟ از اینکه بیشترین کشته ها از مسلمان ها هست میشه چه نتیجه گرفت؟ چون تاریخ اسلام عرض کردم پر از جنگ های بین مسلمانان هست که اکثریت کشته همشون یعنی مسلمان بودن. یعنی من میخوام بگم که قضیه بیشتر از هرچند که بیشتر یک سبقه و رنگ مذهبی داره، ولی قضیه 100% سیاسیه، حتی سیاسی مافیاییه، به خاطر که پشت قضیه هم میدونی منافع اقتصادی زیادی خوابیده. حالا چه من مورد موسر رو براتون مثال زدم و جاهای دیگه، الان میگن که داعش یکی از بزرگترین در حال منابع اقتصادی منطقه هم در اختیارشه، برای که بخش بزرگی از نفت اون منطقه رو چه در قسمت سوریه چه در عراق استخراج میکنن و از طریق ترکیه میفروشن و با اون میتونن سرمایه گذاری بکنن برای به دست آوردن بهترین سلاحها، حتی سلاحهای پیشرفته، و ممکنه یه روز بتونن مثلا دسترسی به، البته من باورم نمیشه، ولی ممکنه مثلا 10 سال 20 سال دیگه اگر این فاجعه همچنین ادامه پیدا بکنه، میتونن حتی صحبت این که یه وقت ممکنه به سلاح هسته‌ای هم دسترسی پیدا کنن. یعنی میخوام بگم که درست قضیه اسلام اسلام و مذهب مذهبه، ولی بقیه من بیشتر یک جنگ سیاسی است، یک جنگ سیاسی مافیایی اقتصادی، جنگ قدرت، تا جنگ ایدئولوژیک مذهبی به معنی دقیق کلمه. گفتگو میکنیم با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظات دیگر. آقای لایجی گرامی، ببینید داعش الان بسیار معروف شده به واسطه کارهایی که میکنه و کارهای متاسفانه میبینیم چی هست، اما بریدن سر در برابر دوربین، اعتقاداتی دارن، چنین میکنن، چنین انجام میدن. در ایران اما اتفاقات مشابهی در تحقیر و کشتار انسان روی داد، سنگسار، اما هرگز جلو دوربین تلویزیون انجام نشد و اجازه ندادند. و جنبه قانونی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نیز داشت. این رو من اشاره میکنم به این جهت که برگردیم به روند نقض حقوق بشر در ایران، در کشوری مثل ایران که به هر حال الان یک حکومتی داره، در سازمان ملل عضویت داره، وضعیتش مثل سوریه نیست، مثل عراق نیست، رفت آمد دارن، وزیر خارجه این حکومت میشینه با وزیر خارجه آمریکا دست در دست میدن، گفتگو میکنه و جای دیگه. این نکات رو البته به همت کسانی مثل شما مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گرفته، اما چرا در مناسبات دیگه بین المللی اینها چندان مورد توجه نیست؟ همچنان ما زندانیان در ایران داریم، شکنجه داریم و اتفاقات دیگه، اسیدپاشای اسمان. ببینید متاسفانه مسئله حقوق بشر جزو اولویت های سیاسی دیپلماتیک کشورها، دولت ها
در روابط بین‌المللی نیست. شما صحبت از به درستی صحبت از سربریدن میکنید، اونم جلوی دوربین گردن زدن میکنید. در عربستان سعودی بزرگترین در حال رفیق و شریک و همپیمان کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا از لااقل بعد از جنگ جهانی دوم تا الان، ما اینی در عربستان سعودی هم میشه دو تن رو توی میدان ها گردن نزنن. حالا به لحاظ همون مسائلی که در حال در حوزه اصول فقهی، حالا یا به عنوان رابطه نمیدونم جنسی یا مسائل دیگه، ولی با توجه به اینکه خبر بی بیرون درج پیدا نمیکنه، بنابراین به جایی هم مثل که بر نمیخوره. ولی کشورهایی که با عربستان سعودی بهترین روابط رو دارن، هم اقتصادی هم سیاسی، شاید هم در حال از این قضیه خوشحال نباشن، راضی نباشن، ولی در حال یک سیاست غمزه عین و چشم پوشی درشون هست دیگه. مگر ما وقتی به در حال شورای حقوق بشر که میریم، اونجا صحبت مسائل حقوق بشر میشه، از طرف ما مدافع حقوق بشر، سازمان های دفاع از حقوق بشر مطرح بشه، از ناحیه دولت ها مطرح نمیشه. من برای اینجا خواستم خدمتتون بگم که همین قاعده رو هم شما باید در ارتباط با روابط بین المللی کلیه کشورها، نمیشه صحبت شرق و غرب کرد، من میگم کلیه کشورها، دولت ها با جمهوری اسلامی در نظر داشته باشید، به خاطری که اصل برای اونها حفظ مصالح ملی شونه. مصالح ملی یعنی چی؟ یعنی با هر کشوری فارغ از حکومتی که در اون کشور روی کار هست و رابطه ای که اون حکومت با مردم خودش داره، آیا این رابطه بر مبنای اصول و قواعد دموکراسی و حقوق بشر هست یا نیست؟ ایران، عربستان سعودی و بسیاری کشورهای دیگه، الان نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. تا زمانی که منافع و مصالح سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک اون کشور ایجاب میکنه، این روابط رو ادامه میده. اون زمانی که خب به اونجا رسید که نه، زیاد دیگه براش موضوع، حالا نمیشه گفت 50-50، زیاد هم قضیه براش اهمیت نداره، اونجاست که ممکنه بره دنبال یکی از امور فرعی. یکی از این امور فرعی هم اینه، با فکر نکنید با شادی و خوشحالی میگم، با غم میگم، برای اینکه اشاره کردید که نزدیک به 50 سال عمر من در این راه صرف شده و تا آخرین روزهای زندگی من صرف خواهد شد، ولی من با غم میگم متاسفانه این در حوزه روابط بین المللی جزو در حال مسائل اولی و رجحانهای کشورها و دولتها نیست. به همین صورت هست که شما دیدید که در قضیه انرژی اتمی، چرا؟ برای اینکه مسئله انرژی اتمی و دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتم دیگه مسئله استقلال، امنیت و مصالح ملی کشورها و از جمله کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل رو زیر همه سوال میبره. اونجاست که قضیه به شورای امنیت میره، در ارتباط با نقض حقوق بشر نیست، در ارتباط با سنگسار نیست، در ارتباط با کارنامه دهشتبار و وحشتناک حقوق بشر طی 35 سال گذشته در ایران نیست، در ارتباط به امری است که ممکنه اون امر، یعنی دستیابی به انرژی اتمی و بمب، امنیت و صلح منطقه رو به خطر بیاره. اونجاست که پرونده ایران میره به شورای امنیت، اونجاست که قطعنامه های متعدد صادر میشه و اونجاست که میان و یک تحریم های و محدودیت های اقتصادی وجود میارن. بنابراین در یه همچین وضعیتی هستش که متاسفانه باید بگم که هرچند ما فریادمون همچنان بلنده، ولی گوش شنوا بیش از اون چیزی که در حال ما به دست میاریم، یعنی هر سال یک قطعنامه ای از مجمع عمومی سازمان ملل، نتیجه دیگه ای برای ما به بار نمیاره و متاسفانه گوشه‌گر مقامات جمهوری اسلامی هم حاضر به شنیدن پیام مجمع عمومی سازمان ملل از طریق این قطعنامه ها نیست. یعنی عملا پیشتر، یعنی
پس از جنگ دوم جهانی و بعد از دهه 60 به بعد تا دهه 70 در حال 80 نقض حقوق بشر و مسائل مربوط به حقوق بشر بیشتر در سیاست خارجی دولت ها به اصطلاح مورد توجه بود تا الان. اینطور نیست؟ هست و نیست، برای اینکه در گذشته هم اگر خب به غیر از یک دوره خیلی محدودی رو ما در نظر بگیریم، یعنی به خصوص اون سالهایی که به انقلاب ایران منتهی شد و روی کار آمدن جیمی کارتر با اونم در ارتباط مستقیم با در حال شکست بزرگ آمریکا در منطقه، یعنی منظورم در ویتنام و فجایع مربوط به جنگ ویتنام و اینها، در حال برای اعاده حیثیت جامعه آمریکا و دولت آمریکا کارتر یادتون هست که موقع انتخابات ریاست جمهوری با شعار حقوق بشر به میدان اومد و اون زمان بود که خب یک میشه گفت جنبشی در بعضی از کشورها پیدا شد. بعدم خلاصه مسئله دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر بود در 1993 در وین، که اینا برای اطلاع شما و بینندگان تو میگم که رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم همین آقای محمد جواد ظریف بود. اولین باری که من آقای یک شخصی به اسم آقای ظریف رو دیدم ایشون در 21 سال پیش بود در وین در کنفرانس جهانی حقوق بشر، که ایشون هم در کنار چین و لیبی و الجزایر و پاکستان و کشورهای اینجوری شدیداً مخالف اصل جهان شمول بودن حقوق بشر بود و از اون زمان بود که مسئله نسبیت فرهنگی رو مطرح کردن اینها. منظورم اینه که هر زمانی که بله در واقع کشورهایی که باید بگیم اینها متولی دموکراسی و حقوق بشر هستند به اون صورتی که باید به اصول و قواعد جهان شمول حقوق بشر متاسفانه با توجه نمی کنند یا اهمیت چندانی نمیدن، اون زمان هست که متاسفانه حربه کار مدافعان حقوق بشر هم کنتر و کنتر از همیشه خواهد شد. خب بله دیگه، جنبشی که آقای دایجی اشاره کردن سیاست حقوق بشر آقای کارتر در انجام جنبش‌هایی رو باعث شد در جنوب در ایران که نتایجش رو می‌بینید شما بینندگان عزیز بهتر از من، و از جمله یکی از نتایج این جنبش کسانی مثل آقای ظریف است که بشینن همونطور که اشاره هم کردن آقای دایجی در کنفرانس‌های بین‌المللی و تاکید کنن که خیر ما این سنگسار و بقیه مخلفات اون جزء فرهنگ ماست. فرهنگ منظور آقای ظریف فرهنگ ایرانی است، اما خب فرهنگ بیشتر حکومت ولایت فقیه و کارگزاران اون امثال آقای ظریف طبعا، چون فرهنگی است همچنان که داعش و بقیه. آقای لاجی شاید این پرسش بهتر بود مناسبتر بود در آغاز، اما الان هم بی مناسبت نیست. اشاره کردین به نشست‌های بین المللی درباره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، حوزه فعالیتش، ترکیب ساختاریش چی، به چه شکل هست؟ بینندگان ما مایل هستن، برای من ایمیل فرستادن که مایل هستن بدونم برخی از بینندگان. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که قدیمی ترین سازمان حقوق بشر دنیاست، یعنی 92 سال پیش در پاریس تشکیل شده. در ابتدا چند کشور، یعنی چند سازمان حقوق بشری چند کشور اروپایی بودن، یادتون هست در این شما که هیچ کدوم یادمون نیست ولی در تاریخ خوندیم سالهایی است که دنیا به طرف فاشیسم میره و چند سازمان حقوق بشر از آلمان، از اسپانیا، از فرانسه دور هم جمع میشن و این فدراسیون رو به وجود میارن. از اون زمان هستش که این فدراسیون روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرده و به خصوص بعد از در حال پایان جنگ سرد و فرو ریختن دیوار برلین و در حال جهانی شدن فلسفه و آرمان‌های حقوق بشری روز به روز سازمان‌ها بیشتر شدن. الان که در خدمتتون هستم 178 سازمان ملی، یعنی سازمان ملی حقوق بشر در فدراسیون عضویت دارن و از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر. بعضی وقتا شرایط بعضی از کشورها ایجاب میکنه که دو یا سه سازمان حقوق بشری از یک کشور در فدراسیون عضویت دارن. در گذشته میدونید کانون مدافعان در ایران بود، جا
جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس بود، ولی الان متاسفانه کانون رو هم در ایران بستن. همین وضع رو ما در فلسطین داریم، در اسرائیل داریم. مثلا در اسرائیل یک سازمان در تلاویف هست، یک سازمان در اون بخش در حال اشغالی سرزمین های فلسطین هست و در بعضی از کشورها. یعنی منظورم اینه که این 178 سازمان ملی نماینده حدود 135 تا 140 کشور هستند که در فدراسیون عضویت دارن. نحوه اداره فدراسیون به این صورته که هر 3 سال یک بار تمام این سازمان ها در یک شهری از کشورهای دنیا جمع میشن، مثل یک سال و نیم پیش بود که کنگره ما در استانبول بود و هیئت رئیسه جدید فدراسیون رو در اون کنگره برای 3 سال انتخاب میکنن که اون مرکب از یک دفتر بین‌المللی 22 نفری است که یک رئیس هست و تعدادی عضو و از مناطق مختلف دنیا. یعنی سعی میشه که در اون انتخابی که صورت میگیره از مناطق دنیا، یعنی چه آمریکا، آمریکای لاتین، آسیا، اروپا، اروپای شرقی سابق و خاورمیانه در این دفتر بین‌المللی که میشه گفت پارلمان فدراسیون هسته 3 سال عضویت داشته باشن و اینها هستن که امور فدراسیون رو ظرف 3 سال اداره میکنن و هیچ گونه حقوقی هم دریافت نمیکنن. یعنی بودجه فدراسیون بودجه بسیار محدودی است که از طریق کمک، حالا یا کمک های سازمان های بین المللی یا کمک های بعضی از کشورهای دموکراتیک به خصوص کشورهای شمال اروپا تأمین میشه. به خاطر همین هم عضویت در دفتر بین المللی به صورت افتخاری است. یعنی اعضای دفتر بین المللی از رئیس تا اعضای این دفتر هیچ گونه حقوقی دریافت نمیگیرن، دریافت نمیکنن و به این صورت فدراسیون رو و امور فدراسیون رو کاراش رو انجام میدن از طریق شرکت در کنفرانس ها، از طریق دادن گزارش از وضعیت حقوق بشر در کشورها و از طریق شرکت در مجامع بین‌المللی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل و تمام نشست های بین‌المللی حقوق بشر. آقای لایجی گرامی، صحبت گروهی از همکارانتون رو کردین که از وکلا هستن و باز گروه دیگه از همکاران شما که من مطمئنم در کشورهای دیگه هم احتمالاً اتفاق افتاده، اما نه به این وسعت و تعداد زیاد و به این مدت طولانی. گروهی از همکاران شما، وکلای دادگستری، مدت هاست در زندان، عبدالفتاح سلطانی و بقیه. یه همچین رویدادی به یه همچین تعدادی و به یه همچین مدت طولانی رو شما در جای دیگه هم سراغ دارین و چه اقدامی فدراسیون برای کار اونا، آزادی همکاران شما به عمل آورده؟ ببینید، ما در فدراسیون یه مرکز داریم به نام مرکز دفاع از مدافعان حقوق بشر. علتش هم این هستش که در 1998 در 9 دسامبر 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل یک اعلامیه‌ای برای دفاع از مدافعان حقوق بشر به وجود اومد، اعلامیه جهانی دفاع از مدافعان حقوق بشر، و از همون زمان این مرکز رو ما به وجود آوردیم با سازمان جهانی ضد شکنجه که این مرکز هم در پاریس هست و هم در ژنو هست. و ما به مجردی که خبر میشیم که یک مدافع حقوق بشر، شما از عبدالفتاح سلطانی و از همکار دیگه ما محمد سیف‌زاده و تعداد دیگه از وکلای دادگستری، وکلایی که در ارتباط با دفاع از دراویش هستن که خودشون هم درویش هستن، 4 تا از این وکلا الان در زندان هستن. متاسفانه بعض مواقع حتی دفاع از حقوق بشر به بهای جان مدافعان حقوق بشر تمام میشه. 7 ساله که گزارش، آخرین گزارش ما هم 2 ماه پیش در اومد، یک گزارش سالیانه ما داریم، یعنی همین مرکز صادر میکنه درباره وضع مدافعان حقوق بشر در دنیا. و اینا فقط وکلای دادگستری نیستن، الان بیش از 40 روزنامه‌نگار در جمهوری اسلامی زندان هستن. اونها هم چون وظیفه‌شون در ارتباط با تلاش، کوشش و فعالیتشون برای خبررسانی، خبررسانی هم در حال جزء مسائل مبرم و حقوق بشره، به زندان افتادن، برای ما اونها هم مدافع حقوق بشر هستند. خانم باره هدایت هم مدافع حقوق بشره، چون در ارتباط با فعالیت هایی که در قسمت در حال
مربوط به امور دانشجویی داشته به زندان افتاده و الان سالها در زندان است. تمام کسانی که در حال در حوزه حقوق بشر به معنای وسیع کلمه فعالیت میکنند و اینها به زندان میفتند یا متاسفانه ممکنه بعضی وقتا جانشون هم از دست بدن، اینها عنوان حقوق بشر رو دارند و همچون که خدمتون عرض کردم هر ساله ما گزارشی از وضع اینها به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم میکنیم. نمونه ها بسیار در مورد اسید پاشان اصفهان هنوز شناسایی نشدن. مسئولان میگن چون خیلی معتقد هستن از ماموران خود حکومت هستن، اما خانم مهده گروه و بقیه و خانم نسرین ستوده رو هم خب چندی بازداشت کردن رفتن. اما آیا در کشور دیگه شما سراغ دارید به این وسعت مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری در زندان باشن آقای لایجی گرام؟ در کشورهای دیگه هم هستن که مدافعان حقوق بشر در زندان هستن، به خصوص نواخر با کودتای نظامی که در مصر صورت گرفت وضع بسیار وخیمی اونجا هست، ولی کمتر ما سراغ داریم کشوری رو که یک وکیل دادگستری مثل عبدالفتاح سلطانی با اون گذشته ای که عبدالفتاح سلطانی داشته و داره مجانی، یعنی به طور رایگان از حقوق متهم سیاسی دفاع بکنه و به 9 سال زندان محکوم بشه. همین وضع رو نسیر ستوده داشته که میدونید بعد از 3 سال اون هم به برکت جایزه ساخاروف بالاخره آزاد شد. همین وضع رو آقای محمد سیف‌زاده داره. میدونید این یه وضعیتی است که میخوام بگم در جمهوری اسلامی شاید واقعا ویژگی جمهوری اسلامی است که نسبت به مدافعان حقوق بشر یه چنین سیاست واقعا بسیار نابکارانه و وحشیانه رو اجرا میکنه، فقط هم برای زجر دادن خود مدافع حقوق بشر نیست، برای اینکه دیگران درس در حال درس بگیرند و دنبال. شما میدونید در ایران شاید بیش از 20,000 وکیل دادگستری باشه، من تعداد دقیقشو نمیدونم برای اینکه میدونید الان بیش از 30 سالی که من از ایران بیرون اومدم، ولی وقتی شما میبینید تعداد وکلایی که به دنبال یک همچین پرونده های خطرناکی میرن، متاسفانه تعدادشون از انگشتان دو دست فراتر نمیره، این اون درسی است که جمهوری اسلامی و اهرم های فشار جمهوری اسلامی در دادگستری جمهوری اسلامی میخوان به دیگر مدافعان حقوق بشر و به دیگر وکلای دادگستری بدن، که اگر به دنبال دفاع از زندانیان سیاسی بروید یعنی اینکه 9 سال 10 سال 8 سال زندان در اختیارتون هست و فقط هم به این بسنده نمی کنند، خانواده ها اونها هم زیر فشار میگذارن، اگر در حال بتونن فرزندان اونها هم زیر فشار میذارن، یعنی حلقه محاصره رو طوری بر مدافع حقوق بشر، بر وکیل دادگستری، بر روزنامه‌نگار تنگ میکنن که برای همیشه کار دفاع از حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر رو کنار بگذارن. البته شورای لایجی به مصر بود، من منظورم همین بود، یعنی به خاطر کار وکالتشون در زندان باشن که در ایران هست، در مصر کسانی به هر حال دستگاه قضایی شما قطعا اطلاع دارید نسبتا مستقلی داره که نسبت به بقیه کشورهای منطقه، و وکیلی اگه به دادگاه رفته عضو گروهی بوده، کما اینکه آقای منتصر از زیاد از وکلای دادگستری مصر به دلیل اینکه نقش داشتن در ترور سادات هم با آقای با کسان دیگه به زندان رفت و پس از اینکه از زندان به بیرون اومد با ایمن الظواهری پس از اینکه به زندان بیرون اومد همچنان دفتر وکالتش دائر شد به خاطر جرمی که مرتکب شده بود در زندان. من اینجا سعی میکنیم که اون چیزی که واقعیت ها رو به ما خبر میدن اون رو منعکس بکنیم، بدون اینکه حالا بخواهیم بگیم که اون اتهامی که متوجه اون وکیل کردن، خب در جمهوری اسلامی هم بارها آقای روحانی با نهایت بیشرمی در مجمع عمومی سازمان ملل یا در حاشیه مجموع عمومی سازمان ملل گفتش که روزنامه نگارانی که در ایران زندانی هستند در ارتباط با حرفشون در زندان نیستن، یعنی اینا قاچاقچی بودن.
یعنی اینها مثلا مرتکب یک جرم عادی شده بودند. برای اینکه میدونید یک چارچوب، یک فرمولی هست به نام اقدام علیه امنیت مملکت. بله متأسفانه بسم در بیشتر کشورها هم این، یعنی در کشورهای غیر دموکراتیک، در کشورهایی که دادگستری مستقل نیست، همین عنوان رو به کار میبرند. در جمهوری اسلامی هم به همین صورت، منتها تفاوتی که موردی که شما اشاره کردید در مصر با موارد ایران اینه که در ایران طرف رو از زندگی هم ساقط میکنن. یعنی 8 سال 9 سال، وقتی وکیل من سالها در ایران وکالت میکردم، وقتی کسی 9 سال زندان بود، بعد از آزادی از زندان هم به فرض اینم که بتونه 2 مرتبه به کارش مشغول بشه، سالها طول میکشه تا 2 مرتبه بتونه مقدار مشتری پیدا کنه. ولی به این هم بسنده نکردن و به کانون وکلای متاسفانه مأمور جمهوری اسلامی مأموریت دادند که همکار عزیز ما خانم نسرین ستوده رو از حرفه وکالت هم برای مدت 3 سال محرومش بکنن. یعنی هم آزادی کسی رو میگیرن و بعد از زندگی ساقطش میکنن. و از این وقت من فکر میکنم جمهوری اسلامی قهرمان در نقض حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، مثل بسیاری از مسائل دیگه و از دون مجازات اعدام که میدونید جمهوری اسلامی در صدر کشورهای اعدام کننده است. جناب لاجید، ما وقتمون کوتاست، پرسشی از بینندگان ما داریم با اسم مستعار هست، قطعا 20 فوریه نوشتن، پرسششون از شما این هست، نوشتن ایشون که جناب لاجی آیا فکر نمی کنید 5 عضو دائمی شورای امنیت یکی از صدهای قطور غیرقابل نفوذ برای کار و زحمات با ارزش شما و امثال شما در کل جوامع بین المللی هستن؟ ببینید، اصلا مسئله عضو دائمی یعنی اینکه یک عده حقوق، یعنی کشورهای حقوق ویژه دارند در ساختار کنونی سازمان ملل. بنابراین اون چیزی که باز همیشه ما به عنوان مدافع حقوق بشر حقوقدان به اعتراض کردیم یعنی چی؟ یعنی اگر ساختار سازمان ملل یک ساختار غیر دموکراتیکه، بنابراین همین هم میتونه نمونه ای باشه برای کشورهای عضو سازمان ملل. چرا 5 کشور یا 5 دولت به لحاظ اینکه قدرت اقتصادی یک نظامی بزرگی هستند بتوانند همیشه سهم شیر رو داشته باشند در شورای امنیت سازمان ملل؟ این هم یکی از مواردی بودی که متاسفانه بارها و بارها و از جمله در دوران دبیرکلی آقای کوفی انان قولش داده شد، ولی هرگز نتونستن این ساختار رو عوض بکنن. خب مسلمه هر زمانی که یه قطعنامه ای، البته در معدود مواردی است که مسائل مربوط به حقوق بشر به خصوص در ارتباط با دادگاه جزایی بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل میره. هر وقت هم که رفته در گذشته، ما دیدیم در بسیاری از مواقع متاسفانه اونجا کشورهایی که عضو دائمی هستند از این عضویتشون سوء استفاده میکنند و مانع اقدام سازمان ملل میشن. آخرین موردش یادتون هست 1-2 سال پیش در مورد سوریه بود که خب چین و شوروی و روسیه متاسفانه از حق وتو استفاده کردن و نگذاشتن که سازمان ملل، البته ما موافق نبودیم که 2 مرتبه سازمان ملل نیرو بفرسته به سوریه، ولی در حال دنبال یه راهکارهایی باشه بلکه بتونه جلوی این واقعا جنگ داخلی و گسترده شدن بیش از پیش آدمکشی و نقض حقوق بشر در سوریه بشه. بله متاسفانه این نهاد هم که نهاد غیر دموکراتیکه، یکی از مسائل است که مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر در گذشته بوده و هست. آقای لایجه گرامی، با سپاس بسیار از شما که با ما و بینندگان ما بودید. میدونم دوشنبه اولین دوشنبه کاری سال 2015 میلادی هست و شما بسیار مشغول و همچنان در ادامه تلاش های حدود نیم قرن خود از همین امروز هم در سال جدید پیگیر هستید و ما همه آرزومند این که تلاش های شما و کسانی مثل شما در عرصه بین المللی برای تأمین حقوق انسان ها، حقوق بشر در کشورهای مختلف به ویژه ایران و نه به ویژه از جمله ایران به ثمر برسه. با سپاس بسیار از شما. منم سپاسگزارم و امیدوارم که سال بسیار خوبی برای شما و هموطنان عزیزم و تمام کسانی که برای آزادی و حقوق بشر در دنیا مبارزه می کنند باشه. متشکرم.
سپاسی دوباره از شما. بینندگان عزیز ما پرسش های بسیار داشتند، امیدواریم در برنامه های آینده بتونیم با آقای لاهیجی در میان بگذاریم. از جمله آقای یا خانم حواجد سالم هستند، آزاده خدایی هستند، خانم الهام ام پی و بسیاری دیگه که برای من روی صفحه فیسبوک پیام دادند و از طریق ایمیل. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به روزی که در هیچ کجای جهان نه زندانی سیاسی وجود داشته باشه و نه شکنجه در مورد هیچ انسانی اعمال نشه در هیچ کجای جهان. با امید به چنین روزی به پایان این برنامه میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دراغ، تفتان، الوند، کوز، زگرس، دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.